برادران و عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات باز هم خوش آمدید بحث امروزی ما در مورد سختی جان کندن و یا اینکه آیا امکان دار انسانی از مرگ فرار نماید یا خیر من میخوام در به طور خلاصه روی سه نکته اشاره بکنم اول اینکه الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید در سوره قاف آیه 19 هم و سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید یعنی در مورد سختی جان کندن الله تبارک به تعالی می فرماید یعنی ما شما سالهای متمادی شنیدیم که فلانی بسیار به سختی جان داده فلانی بسیار راحت و آسان جان داده برای جان کندن سختی های وجود داره و کلمات مختلف و حرف های مختلفی شنیدیم بیایم میره از لحاظ قرآن ببینیم که الله تبارک به تعالی برای ما چی زیبا تشریح میدهد این قضیه را اولا که در مورد جان کندن بدون شک طوری که الله تبارک به تعالی میفرما سختی وجود داره اما اینکه این که ای سختی برای چه کسانی هست در لحظه جان کندن سختی و رنج میبینن اینجا یک نکته قابل تفکیک است این یک نکته نکته دومی که آیا از مرگ می شود فرار کرد؟ هرگز نه الله سبحانه و تعالی می قل این الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم بگو ای پیامبر برای اینها مرگ که شما ازش می فرار بکنید شما را ملاقات می کند این مرگ یعنی هر جایی باشد اینما تکون و الموت ولو کنتم فی بروج مشیده یعنی هر جایی باشید مرگ به سراغتان می آید اگر در زمین باشید اگر در آسمان باشید اگر در برجهای بسیار مستحکم باشید و اگر یک آدم عادی و فقیر باشید اگر یک قدرتمند و سیاست مدار باشید مرگ به سراغتان می آید به امول از نقل است که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در وقت لحظه جان کندنش این آیه را تلاوت میکرد ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم برای خودش میگفت که ابابکر مرگ را که فراموش کرده بودی ازش فرار میکردین امروز به سراغت آمد یعنی در لحظه احتضار لحظه جان کندن انسان خودش حس میکنه که دیگه همه چیز تمام میشه ارتباطش از دنیا قطع میشه هر چی دار و ندارش هست همه میمانه یعنی خود که برش میگه این الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مرگ که ازش فرار میکردید ملاقاتیت میکند و این یقین و حتمی است و نکته سومی که چه کسای جان کندن برشان آسان است و چه کسای سخت است متاسفانه یک عده از افراد آنقدر غلوف کردن این قضیه را آنقدر به اصطلاح سخت جلبه میدن در منابر در مساجد در همه جا که یعنی گویا دیگه یک ادهی میگوین مثلی که انسان چندین مرتبه زنده پوست کرده شود یک ادهی میگویند مثل این که انسان زپه کرده شود یک ادهی میگویند این سخت از جان دادن که چنین و چنان است بیاید ببینید الله تبارک و تعالی در قرآن چی زیبا میفرماید بدون شک برای جان کندن سختی های وجود داره اما برای چی کسی دو گروه را الله تبارک به تعالی در قرآن برای ما معرفی کرده یکی بحث قضیه جان دادن و جان کندن انسان مؤمن هست و یکی بحث قضیه جان کندن و جان دادن انسان غیر مؤمن هست فرق اینا با ما بیان کرد الله سبحانه و تعالی می فرماد. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون در سورة النحل آيات السيود الظم که طیبینن یعنی پاکیزن واقعا قلب پاک داشته نیت پاک داشته انسان مؤمنی بوده کسی بوده که نفعش برای دیگران رسیده خیرخواه و خوبی دیگران بوده یعنی به معنای واقعی مؤمن بوده نه بسیاری ها که فقط نامش مؤمن است خلاص یعنی حقیقتا مؤمن بوده الله سبحانه و تعالی می آن آنقدر ای انسان راحت جان میده که هیچ حتی احساس هم نمی کنه الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ که ملائکه قبض روح می کن طیبین پاکیزگان یقولون سلام علیکم برش فقط یک سلام میده تمام یعنی فرشتی قبض روح پیش رویش حاضر میشه گویا برش یک سلامی میزند بی جان به جان آفرین تسلیم میکن و بعدش هم برش میگه بعد از جان کندنید و بعد از ختم ارتباطید با دنیا که عالم برزخ پیش رو است و بعد قضیه آخرت و بهشت و جهنم است ادخلو بعد برش چی میگه داخل بهشت شوید ادخل الجنه ما کنتم تعملون وارد بهشت شوید با اون چیزی که در دنیا عمل کردید یعنی که اعمال انسان نتیجه بخش است یک میگن فقط بر همی که ایمان داشتی درست است خب درست است بلی انسان مؤمن وارد بهشت میشه با مجرد خواندن یک کلمه اما ایمان و عمل صالح با هم همیشه در قرآن مد نظر گرفته شده شما ببینید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات آیات متعددی هر جای بحث ایمان است بحث عمل صالح هم مطرح است انجام الله تبارک و تعالی میگه فرشتگان برای انسان هم در لحظه مرگ راحت جان میده رویش بسیار به راحتی قبض میکنن سلام علیکم برش سلام میده خلاص جان و جان به جان آفرین تسلیم میده و هم در روز قیامت برش میگه ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون وارد بهش شوید و پاداش آنچه که عمل کردید در دنیا یعنی هم به فضل و کرم الله تبارک و تعالی و هم و وسیله انجام اعمال که اعمال خیر و صالحی که شما به رضای خداوند و به خاطری کسب فضل رب العالمین انجام داده بودید خب این گروه خیلی راحت جان میده اما گروه دوم رو ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماید این قضیه در سوره محمد آیه 27 در مورد جان کندن کفار غیر مسلمان ها میگوید فکیف اذا توفتهم الملائکت وجوه و وجوههم و اتبارهم چگونه است حالت جان کندن کسانی که پشت به خدا و رسولش کردن ایمان به الله نداشتن رسولش قبول نکردن آخرت تکذیبش کردن از وجود خدا انکار کردن کسایی که فقط وقالو این هی الا حیاتون الدنیا گفتن همین دنیا بس هرچی که دلتان میخواه انجام بده فكيف اذا توفتهم الملائكه يطربون وجوههم واتبارهم با سر صورتشان میکوبن در لحظه جان کندنشان يعني یعنی گویا که دو نوع فرشته موظف است برای قبض روح یکی برای انسانهای مؤمن و یکی برای غير مؤمن وجان جان کندن انسان مؤمن آنقدر سهولت و راحت است که برش سلام علیکم یک سلام و برعکسش جان کندن غیر مؤمن آنقدر سخت است که ملائکه با سر صورتش میکوبه فکیف اذا توفتهم الملائکه یطربون وجوههم و ادبارهم به روحایشان میکوبن و پشتشان میکوبن تا که بسیار به سختی او جانو به جان آفرین تسلیم میکنه خب شما تصور بکنید اینجا ما چند نکته را بیان کردیم این حالت جان کندن این حالت جان کندن است اولا برای مرگ سختی های وجود داره که قرآن میگه و دومی سختی برای چه کسی وجود داره و برای کسایی که ایمان و الله و رسولش ندارن باور ندارن آخرت تکذیب میکنن و شاید ممکن یک کسی بگه خب ما در لحظه جان کندن یک مسلمانم میبینیم غیر مسلمانم خب ولکن کدام چیزی به چشم سر دیده نمیشه بله ما تو ایمان و باور داریم یقین داریم به فرشتگانم اما به چشم سرمان نمی بینیم فرشتر یک کسی خیلی درد میکشه ما تو دردش نمی بینیم رنجش نمی بینیم مثلا یک کسی دندان درد است یک کسی سر درد است یک کسی جان درد است خیلی درد شدید داره مثل مار برای خودش میپیچه اما ما خودی دردش احساس نمی کنیم. عین قضیه است در لحظه جان کندن ما خود احساس نمیکنیم که او چگونه جان میکند او خودش میدانه و اعمالش بنا از عزیزان من از مرگ هیچ راهی فراری وجود نداره ولو که در هر سطحی قرار داشته باشه و این ایمان و یقین و باور داریم اعتقاد داریم که ما از نمی دنیا می روی. برای هر کدام ما الله تبارک به طلاب هر چی لایق دیده باشد از عمر حالا عمر پایین تر و بیشتر و متوسط هر چی که باشه بعضی ها کمتر عمر میکنن بعضی ها به شکل متوسط یعنی مثلا اگر شما عمر را هشتاد حساب کنید مثلا چل سال عمر میکنن بعضی ها را الله تبارک به تعالی عمری بیشتری داده خب به هر حال اگر عمرید عمر نوح هم باشه از این دنیا میروی و از نمی از همین دروازه باید رد بشی از نمی کمین باید بگذری تحت عنوان قبض روح یا جان کندن که است این برای همه ما هست الله تبارک و تعالی همون طوری که در کلام مقدسش وعده فرموده جان کندن هم و ما و شما را راحت و سهولت بگرداند رب العالمین بر ما رحم بگرداند و متیقن باشید انسان مومن سختی نمی بیند انشاءالله در وقت جان کندنش ای بود بحث ما امیدوارستم پیام گرفته باشید موفق و مایت باشین السلام علیکم و رحمت الله